سلام و احترام خدمت دوستان گرامی، وقتتون بخیر. بچه جلسه بعدی سرور HBO داریم، میخوایم توی جلسه این سرور خوشگل و فرانت پنل بک پنلش و داخل شما هم بررسی کنیم. انشالله جلسه آینده راجع به کانفیگوریشن ILO، جلسه بعدش راجع به منوی ستاپ سرور، جلسه بعدش راجع به اینتلیجنت پروویژن و بعد راجع به بحث ریت و ادامه مباحث با هم صحبت خواهیم کرد. بچه یک سرور HP DL380G8 است. اگر دقت کنید این بغل G8 رو برای شما نوشته، یعنی این جنریشن 8 یا نسل 8 این سرور است. سری DL380 دنسیتی لاین دیگه، یعنی توی رک مونت هست، اوکی؟ و به شدت علاقمند بر بحث دیتا سنتر ها. توی فرانت پنل سرور اگر بخوایم نگاه کنیم بچه ها، یک پورت VGA به شما میده که حالا بخواید مانیتور چیزی بخواید بهش وصل کنید، اینجا جای سیدرام داریم و این سرور یک سرور 8B است، یعنی 8 تا هارد بهش میخوره که اینا بلانک هستن، الا هاردی ندارن به صورت پیش فرض. هارد هایی که به اینا باید بخوره هارد های SAS هست که یک SAS کنترلر این پشت وجود داره که میتونه حالا این هاردها رو مدیریتشون انجام بده و اینکه حالا رید کنترلر سخت افزاری داریم بعدا بهش میرسیم. هارد موقعی میخوایم داخلشون ببندیم داخل این قطعه میبندیم که بهش میگن چدی، اوکی؟ که این میتونه دستور بده به اون کنترلره و الان مثلا یه هارد AY160 سامسونگ SSD خود کارفرما خواسته داخلش گذاشته شده، ولی به صورت پیش‌فرض خود هاردهای HP بهترین انتخاب هست برای اینها. این ور پنل اسمارت پنل سرور هست که میاد به شما نشون میده به عنوان مثال این سرور 4 تا کارت شبکه دارد، 4 تا کارت شبکه دارد که کارت شبکه‌اش هم .1Q ساپورت داره، یعنی میتونه ویلن رو بفهمه. 2 تا پاور دارد، کارت شبکه‌اش اگه کیبل بشه واسه باشه روشن میشه، ولی هر کدوم دیگه از اینا اگر اروری روش باشه روشن میشه، مثلا پاور سپلای یا همون پاورش اگر 2 تا کیبل بهش واسه باشه و برق داشته باشه اوکی، ولی اگر اوکی نباشه ایرور خواهد داشت و چراغ نارنجی میشه. دما و اینجور چیزا. 2 تا پروسسور داره، 2 تا CPU و در مجموع 24 تا رم که رم هاش از نوع ECC هست، رم های سروریه. 6 تا فن داره که فن ها هوشمند هستن، نسبت به دمای محیط دورشون کم و زیاد میشه و یک USB و یه دونم اینجا یک کارت معرفی داریم، یک کارت معرفی داریم که سریال دستگاه اینجور چیزا نوشته، به علاوه این ور مشخصات و یوزر مربوط به ILO که در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد. این ور یک one of اون شخصیه برای کش بیرون کشن رک، یه USB، دکمه پاور و به علاوه یک چراغ UID که مثلا شما تو یه رک 10 تا سرور دارید اینو میزنید تو اون ور توی رک معلوم باشه این چجوری روشن هست یا نه. خب سرور رو اگه پشتش نگاه کنم، سرور رو بچه‌ها یه آچار ستاره اینجا قرار میگیره که حالا روی این سرور نیست، که به وسیله این آچاره شما تمام این سرور رو میتونید کامل تیکه تیکش کنید، حتی بدنش رو میتونید باز کنید. 4 تا کارت شبکه، پورت RS232 و یک پورت ILO، قیافه شبیه پورت شبکه است ولی این ربط نداره، این خودش سیستم عامل داره. بچه ها پورت ILO یا Integrated Light Out که درس جلسه آیندهمون هست یک پورت خارق‌العاده است. من اگه بخوام روی سرور فرض کنید هیچی نداره، بخوام ریستش کنم، روش OS نصب کنم، هر چیزی باید مانیتور بهش وصل کنم و موس و کیبورد، انگار کامپیوتر آدین یه کامپیوتر دیگه. ولی ILO یه معجزه است که من میتونم روی این IP بذارم و این خودش یه سیستم عامل داره و به صورت ریموت وصلشم بهش و حتی روش OS نصب کنم، سیستم عامل روش نصب کنم، یعنی ریستش کنم، شاددانش کنم، هر کدوم دلم، حتی خاموشه روشنش کنم. دوباره معادل دکمه UID ILO عشقا، حالا بعدا راجبش صحبت میکنیم. UID رو اینجا هم داریم که جلو هم داشتیمش روشن میکنیم و یه چیز دیگه حواستون باشه موقع از طریق ILO وصل باشید بهش این UID شروع میکنه چشمک زدن. دو تا پاور رو داریم که پاوراش ماژولاره، یعنی دو تا کیبل به این وصل باشه و اینا ریداندانت همن، مثلا اگه یکی سوخت خیلی راحت میتونید در بیارید همونجوری که روشنه و عوضش کنید. یک چراغ اینجا داره که اگه اوکی باشه سبز، اگر اوکی نباشه به رنگ نارنجیش. خب سرور رو میخوام باز کنم، اگر با اون آچاره میشه لاکش کرد که نشه بازش کرد، در غیر صورت خیلی راحت تصویر میکشید سرور باز میشه. یک کویک استارت کویک هلپ داره اینجا تو این پنله که کامل تک تک نحوه بستن CPU، رم، چون رماش مهمه چجوری ببندید اینا رو بعدا راجبش صحبت میکنیم، ارورهایی که ممکنه تو این پیش بیاد به عنوان مثال مثلا کجا بود اینجا مثلا اسمارت پنل رو کامل براتون توضیح داده، نحوه بستن هارت ها و همه اینا رو برای شما توضیح داده که میتونید بر اساسش تصمیم بگیرید.
دیگه چی داریم اینجا؟ اینا بچه ها بهش میگن رایزر، بهش میگن رایزر. قبل که رایزر رو توضیح بدم، کنترل کننده ریدو داریم. اینجا مثلا این برد مال کارت شبکه رو داریم، اون چهار تا کارت شبکه که داریم بردش اینه، یعنی یه برده که داره چهار تا کارت شبکه رو سرویس میده. هر چیزی توی سرور خیلی راحت باز میشه، میکشیم بیرون، به این میگن رایزر. میتونه پورت پی سی آی داره، مثلا بخواید مثال میزنیم روی سرور وایپ را بندازید، تلفنی، کارت اف ایکس او اف ایکس اس، هر چی بخواید نصب کنید به راحتی میتونید بذارید روش و استفاده کنید. خب این از این، این از این. خب بچرخونیمش. این رو بچه ها بهش میگن اون کنترل کننده هاردمون، اوکی؟ که اون هاردایی که جلو خود داده به این میخوره، واسه این دو تا کیبل میاد میخوره داخل برد شما. اگه دقت کنید بچه ها، ما رو این سرور اصلا فنی برای سی پی یو نداریم، این دو تا فنمون هست به علاوه 24 تا رمی که بهش میخوره، که این رم ها بستنشون قانون داره. اینجا اصلا نشه براتون مثلا 1 2 3 A B C D این چیزایی که اینجا نمیشه چنل 1 2 3، اینا قانون داره، بعدا راجبش صحبت میکنیم. این لاکی که اینجا داریم، اوکی، وظیفش چیه؟ اینا فنای هوشمند ماست، خیلی راحت با یه شاسی در میان، نسبت دو دما دورشون کم و زیاد میشه. اگر من اینو بکشم با این شاسی ها در میاد. این وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که هوا رو از جلو بکشه، فرانت پنل هوا رو بکشه بر روی سی پی او و رم ها بده و از آخر خارج میشه. خب من اینو میخوام ببندم، میذارمش اینجا، اوکی. اینجا من یک کابل پاور بیارم، بچه نگاه کنید، من یک کابل پاور رو الان به این وصل کردم، به این فقط، درسته؟ حله؟ به این وصل کردم، بعد اومده تو این سرور، میشه این سرور رو مثل کیس عادی جوری تنظیم کرد که هر موقع بقول معروف خواستیم این روشن میشه. دکمه پاور داره چشمک میزنه، پاور رو نگه میداریم، اتوماتیک استارت میکنه، یعنی که میتونید تنظیمش کنید که این دستگاه خودش اتوماتیک استارت کنه، میتونید تنظیمش کنید که اتوماتیک خود این دستگاه استارت کنه. حالا بچه ها، من این دستگاه، این سرور اومده مثلا تنظیماتی که ما میخواستیم روش انجام شده، اومده بالا و حالا مثلا روشن شد. اگر یه لحظه اینجا رو بگیرید لطفا ممنون میشم. یعنی سرور رفت تو مود روشن شدن، حالا این یک کیبلش روشنه، چراغ کنار پاور روشن، چراغ کنار پاور روشن است، یعنی بهش رنگ سبز است، یعنی این پاور سالمه. اگر نارنجی بود یعنی پاور سوخته، مشکل داره. خب میان تو اسمارت پنل جلو، اگه دقت کنید هیچ کیبلی چراغی روش روشن نیست و فقط پاور ساپلای دو چراغش نارنجی، یعنی این مشکل داره و دوتا هاردمون هم که به رنگ سبز روشن هستن. فنها وظیفه‌شون چیه؟ هوا رو از جلو میکشن، از طریق این لاکیه میرن روی سی پی یو ها و رم ها، و الان حالا متأسفانه تو فیلم نمیشه نشون داد، به شدت الان اینجا باد هست، یعنی داره این بالا رو از اینجا میده بهتون داخل. اگه ما چند لحظه صبر کنیم تا سرور بیاد بالا، صدای این فنا کم میشه نسبت به بقولم چون لحظه اولشه. حالا فرض کنیم یکی از فنهامون بسوزه، اوکی، چند لحظه صبر میکنیم تا حالا این بخواد کارش رو کنه. باتری ریدش رو داریم که حالا بعدا راجع به این صحبت میکنیم، راجع به انواع رید ها و اینجور چیزا، اوکی. فنها خیلی راحت قابل تعویض هستن، یعنی که روشنه چی میشه؟ در میاد، نه احتیاج به پیچی داره، نه پیچ پوشی، نه هیچ چیز، اوکی. چون داخل روشن میشه اینو اونقدر محسوس بهمون نشون نمیده. اگر این روشن شده بود، حالت عادی فنا هیچ صدایی نمیدادن. همین الان هم یه ذره صبر کنیم دماش بره بالا، بچه‌ها فنها با تمام قدرت شروع میکنن کار کردن و زوزه کشیدن، اوکی؟ به همین راحتی فرض کنید سه تا فنتون سوخته‌دار امیدوارم بتونه به ما نشون بده، فقط دمای سرور خیلی پایینه، هیچ اروری روش نمیفته الان که بخواد این صدا بده. البته این کاری که من کنم اشتباه محصه، به هیچ وجه همچکه نکنیم، به هیچ وجه بوردی که باز هست نباید دست بزنیم، الکتروستاتی که برانتون میزنه بورد رو نابود میکنه. بده بیاد من متاسفانه دمای سرور بچه ها خیلی پایینه، به کلیپ این دفعه ما نمیرسه. خب من جلسه بعد که الان مدت طولانی پرواش کار کنیم آیلو و این دو چیزا چی کار میکنم، جلسه بعد
یه مدت که کار کرد میذاریم چیکار کنه، یک کاری میکنیم که حالا موقع کار کرد فنا رو در میاریم که ببینیم که چجوری این فنا زوزه میکشه. حالا من میخوام فن بندازم روی این، نه احتیاج به پیچی هست نه چیزی، به همین راحتی فن وقت شد و داره کار میکنه. فن بعدی به همین راحتی فن وقت شد و داره کار دیرز بچه ها نیلا دماش رفت بالا، صدای زوزه فن داره میره بالا، میبینید نسبت دمای محیط و دمای دستگاه دورش بالا و پایین میره. فن بعدی دوباره وقت شد، اگه فن را سر کنید سرورتون به حالت نرمال در میاد، سرورتون به حالت نرمال در میاد. پس در نتیجه دوستان گرامی ما توی این جلسه راجع به تک تک تجهیزاتی که توی این هست با هم صحبت کردیم. اوکی بچه میگم اوست شما هم بالا دیگه صداش کم شد، بعد اگه اون دره بستشه باز هم کمتر میشه. خب ما این جلسه راجع به تک تک تجهیزاتش، پاورش، رایزرش، برید کنترلر، کارت شبکه‌اش، همه اینا با هم صحبت کردیم راجع به رم ها، سی پی یو ها. حالا انشالله تو جلسه آینده آیلو همینا که رفتیم جلو که کم کم راجع به اینکه چجوری حالا رم داخلش ببندیم، قانون وسن رمش و اینا چجوریه بهتون توضیح خواهم داد. فقط یه نکته بچه، یه دونه یو اس بی هم اینجا هست که حالا کاربرد خاص داره و جای خاص کاربرد داره که حالا بعداً می‌بینید. مثلا یکی از کاربرداش اینه که اگر شما بخواید یه دونه مثال میزنیم یه قفلی دارید، میخواید این قفل بیرون از سیستم نباشه، میتونید از این استفاده کنید، ولی کاربرد دیگه داره در است. خب بچه ها اینم اون آیلو که بهتون گفتم، بچه ها نگاه کنید چیپستش اینجاست، میبینید این چیپست آیلوه. اوکی این چیپست آیلوه، ولی مثلا تو یه سری مدل ها آیلتون باشه گفتیم آیلو ندارن، آیلو ندارن. اگر بخواید مثلا آیلو بهشون اضافه شه باید به صورت مثلا این برد کارت شبکه، باید به صورت یه برد جدا روشون هست. بچه الان سرور نرماله درسته؟ فرض کنیم یکی از فنامون میسوزه، بریم الان اینو بهتون نشون میده، دیدی چی شد؟ یکی از فنام سوخت، سرور داره کمبود اون رو جبران میکنه، قشنگ داره داد میزنه، سرور داره جبران میکنه کمبودشو. حالا فن رو میذارم جاش، فن اومد تو مدار، هوشمند است نسبت به فشاری که رو دستگاه هست، دور فن کم و زیادش. خب من سرور رو خاموش کنم، یه نکته بهتون بگم راجع به اینکه چقدر راحت همه اینا باز میشه. ببینید همه اینا خیلی راحت باز میشه به همین راحتی. یه چیز دیگه، فرض کنید ماژول فن رو کلا میخواید تعویض کنید، یه شستی داره اینجا میکشید، کل فناتون اومد بیرون به همین راحتی، کل فناتون یه جا اومد بیرون. اوکی اینم پس یه نکته، این از این. برای سی پی یو نه پیچی داره نه هیچی، یه شستی داره، دو تا پروسسور داره، شستیو میکشم پروسسور داره، سیتسینکش در اومد، پروسسورش هم تو این پایین، به همین زیبایی به همین خوشمزگی. هیتسینگ یه جوری طراحی شده که فن دما رو بده از اون بار دما بیاد، به همین راحتی به همین خوشمزگی. اینم از درس امروزتون، امیدوارم لذت برده باشید، لطف کنید آموزش ها رو نشر بدید تا افراد بیشتری استفاده کنن. وبسایت ما فنکیانتک.com. موفق و شاد باشید. Big like.